7 اشتباه رایج در بیزنس که اکثرا آدما مخصوصا ما مهاجرین وقتی وارد یک کشور جدید میشیم مرتکب میشیم. سلام، من میلاد صابری هستم، مشاور مالی از شرکت پارس فایننس و امروز در خدمتتون هستیم با مرور 7 اشتباه رایج در بیزنس که اکثرا، حالا همه آدما دوچارش میشن ولی اکثرا ما مهاجرین بیشتر، چون شاید نمیشناسیم این مملکت رو، با خیلی از پروسه های موجود واسه بیزنس توی مملکت آشنا نیستیم، شاید این اشتباهات رو بیشتر میکنیم. امروز در خدمتتون هستم، این 7 مورد رو با هم بررسی میکنیم، امیدوارم که براتون مفید باشه. مورد اول، همینطور که میبینید، اگر ببینید، مارکت ریسرچ. بارها هم توی ویدیوهای قبلی گفتیم وقتی میخواید وارد یک بیزنسی بشید، اگر بازار اون بیزنس رو درست نشناسید، اگر مخاطبتون رو درست نشناسید، سایز بازار رو نشناسید، ندونید که چه چیزایی توی اون بازار مد شده، چه چیزایی داره از مد میفته، وضعیت رقابت به چه شکله، وضعیت عرضه و تقاضا به چه شکله، قوانینی که در کشور داره تصویب میشه آیا به ضرر بیزنس هاست، به نفع بیزنس هاست، در چند سال گذشته بیزنس ها چطور کار کردن، چند درصد از درآمدشون روی بحث اجاره و دستمزد و هزینه های دیگه رفته، چند درصد از درآمدشون سود خالص بوده که براشون مونده، چند درصد از درآمدشون میره بابت خرید مصالح اولیه و غیره و غیره. اولین جایی که ضربه میخورید اون جایی است که یا علی مدد یه شرکتی ثبت کنیم، یه مغازه اجاره کنیم، بریم 4 تا وسیله بریزیم توش، یه رستورانی، یه کافه، یه آرایشگاهی، یک کلینیک لیزر و پوست و زیبایی، چیزی را بندازیم و بدون اینکه بازارمون رو بسنجیم، بدون اینکه بدونیم وضعیت اون بازار چطوره، چند تا رقیب داریم، اونا دارن چیکار میکنن، خوباشون دارن چقدر سود در میارن، بداشون دارن از کجا میخورن، خب طبیعتاً ضربه میخوریم. یک مفهومی هست به نام TAM, T-A-M, Total Addressable Market، که در واقع یعنی سایز اون بازار، یعنی چقدر پول توی اون بازار میچرخه. مثلا اگه من شرکت ساختمانی هستم، من شرکت کلینیک هستم، من مثلا یک کلینیک زیبایی هستم، چقدر در سال پول توی اون صنعت میچرخه و این پول بین چند تا کمپانی یا چند تا بیزنس رقیب دیگه داره تقسیم میشه. اون دوستانی که خیلی براشون مهمه آقا ترنوور متوسط فلان بیزنس ها، آقا مثلا کافه، مثلا قنادی، مثلا رستوران، مثلا کارواش، مثلا پمپ بنزین، مثلا کلینیک زیبایی، بهداشتی، آیا اینا فلان قد ترنوور رو برای ویزای من میارن یا نه، خب این در بازار سنجی عنوان میشه. شما بایستی زحمت بکشین خودتون یا مشاورتون گزارش بازار سنجی رو تهیه کنید یا پکیج کامل ما رو تهیه کنید، همینا توش هست، و متوجه بشه که سایز اون بازار یا تم یا توتال ادرسبل مارکت چقدره، چقدر پول میچرخه، بین چند تا بیزنس تقسیم میشه. اگر تقسیم بکنید به طور متوسط، دقیق نیست، به طور متوسط، متوسط ترنوور هر بیزنس به دست بیاد، کاست استراکچر رو هم بازار سنجی بهتون میده که آقا چند درصد از پولی که این بیزنس ها در میارن میره واسه رنت یا اجاره محل، چند درصدش میره واسه دستمزد، چند درصدش میره برای مصالح اولیه، چند درصدش میره برای مارکتینگ، بدون چقدر پول خرج مارکتینگ و ادورتیزینگ و تبلیغات بکنید. دومین نکته، اودینس یا مخاطب، نشناختن مخاطبینمون. خیلی از دوستان اصلا نمیدونن آقا مخاطب ایدئال بیزنس من کیه. همه میگن آقا همه، هر کس بخواد میتونه اینو بخره. اصلا اگه شما لوازم آرایشی و بهداشتی درست کنید، خب مخاطب ایدئال شما خانم ها هستن، خانم هایی که مثلا بالای 18 سال، بالای 20 سال، بین 20 تا 50 سال، 55 سال سن دارن هستن. اینا رو از کجا پیدا کنیم؟ اینا چه انتظاراتی دارن، چه ترجیحاتی دارن، چه نیازهایی دارن، آیا محصول شما یک مشکلی رو از طرف حل میکنه یا نه فقط به زور میخوایم بفروشیم یه پولی در بیاریم بره. اینا همه مطالعات قلب بیزنس هست. اینها هم بحث آدینس هم توی مارکت ریسرچ تا حد زیادی عنوان میشه و توی تحقیقاتی خودتون باید بکنید، باعثی حواستون بهش باشه. نکته دیگه که خیلی اشتباه میکنن، targets and KPIs، یعنی آقا اعداد و ارقام اصلا سرشون نمیشه تو بیزنسشون. بهش میگی خب روزی چقدر باید بفروشی سود کنی، میگه نمیدونم دیگه، خدا بزرگه دیگه، یه روزی میفروشیم یه روزی نه، آخر سال ما میفهمیم چقدر سود کردیم چقدر ضرر. آقا شما باید هر روز آخر روز بفهمی سود کردی یا ضرر، بعضی وقتا حتی ساعتی معلوم میشه. از کجا بفهمیم؟ وقتی شما بیزنس پلان ندارید، هیچ مشاوری رو قابل نمیدونید براتون بیزنس پلان بنویسه،
وقتی شما نقطه سر به سری یا بریک ایون بیزنستو نمیدونی، نمیدونی که مثلا اگر من مغازه لباس فروشی دارم، دارم ماهی اینقدر اجاره میدم، پول آب و برق و گاز و کارگر و بیمه و بازنشستگی و تبلیغات و نمیدونم هزار و یک مسئله دیگر رو میدم، آقا من چند تا در روز بفروشم تازه خرجم در میاد. این بهش میگن بریک ایون، نقطه سر به سری. اینو ما توی پکیج کامل بیزنس استارتاپمون توی قسمت بیزنس پلان براتون بررسی میکنیم و قشنگ عدد میدیم. اینا مهندسی بیزنسه، مهندسی معکوس، که آقا من چقدر، چند دونه در ساعت، چند دونه مشتری، چند دونه در روز، چند دونه در هفته، چند دونه سفارش در ماه باید داشته باشم که بیزنسم بریک ایون یا سر به سر بشه و از اونجا به بعد سوده. بعد از اون تازه میشه تارگت. آقا حالا من هدفم برای فروش چقدر؟ مثلا اگه من ماهی 3000 دلار سود میخوام، خب چند دونه بعد از بریک ایون، بعد از بریک ایون چند دونه باید بفروشم تا به ماهی 3000 دلارم برسم؟ اگر من ماهی 10000 دلار سود میخوام، بعد از بریک ایون روزی، هفته ای، ماهی چند تا سفارش باید داشته باشم تا برسم به تارگتم؟ بعد برای اینکه به این عدد هدف برسم، خب چند تا تلفن، ایمیل، بازاریابی، تبلیغ، چقدر باید تبلیغ کنم، چقدر باید مثال اولیه بخرم، چقدر باید میز صندلی داشته باشم، چقدر باید جنس بخرم، چقدر باید بخوابه توی انبار، اینا همه محاسبه میشه. نکته بعدی، اشتباه بعدی، از تکنولوژی جدید هم خیلی ها میترسن، از تکنولوژی استفاده نمی کنن، همون روش های قدیمی شاوز بزک. و اتفاقا نکته مثبت تکنولوژی اینه که اگر شما بیزنس جدیدی هستی، بخوای قدیمی با روش قدیمی شروع کنی، اصلا حرفی برای گفتن نداری جلوی بیزنس های جدید. اتفاقا اگر با تکنولوژی جدید شروع کنی که افیشنسی یا بهره وری تو بالا ببره، تایم تو سیو کنه، برات یه مقدار پول سیو کنه، به جای اینکه یه منشی، دو تا آدم، سه تا آدم بگیری کار کنه، خیلی از کارا رو اتومات کنیم و انجام بدیم، تکنولوژی میتونه کمک بکنه. اشتباه بعدی، ندونستن روش‌های مارکتینگ و ادورتایزینگ. طبق معمول همه فکر می‌کنن روش‌های سنتی ادورتایزینگ از زمان شاوز بزک که توی روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو و فلایر و پمفلت پخش کن و نمی‌دونم سر کوچه داد بزن و تو تلگرام هی همون عکس‌های کپی پیست کن، هی کپی پیست کن، جواب میده؟ نه جواب نمیده. امتحان کن، دوستانتون که کردن امتحان بپرسین آقا جواب میده شما بیزنس های صبح تا شب تلگرام گفتی فلان کارو میکنین؟ جواب نمیده. بایستی با روش های علمی به گوگل، به سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین پول بدیم، بگیم آقا کسانی که سرچ میکنند، کسانی که مثلا خانم های بین 20 تا 50 سال که درآمدشون مثلا بالای 100 هزار دلار هست و مثلا دارن سرچ میکنن برای خدمات مثلا زیبایی بهداشتی و در محدوده مثلا 3 کیلومتری 5 کیلومتری مغازه من هستن، اونا رو بردار پیدا کن، تبلیغ منو، آفر منو، تخفیفمو نشونشون بده. نکته شماره 6، اشتباه بعدی، بعضی جاها زیاد خرج میکنن بیزنس های جدید، بعضی جاها کم خرج میکنن. معمولا میان توی مغازه شون آقا رینوویت کن، بهترین رنگ و بهترین دکوراسیون و بهترین صندلی رو بذار، تو رو خوشگل میکنن، بعد یه قرون پول خرج نمیکنن برای مارکتینگ. آقا شما باید به گوگل ماهی 2-3000 دلار بدی، ماهی 1000 دلار، نه آقا ماهی 500 دلار بدی، نه اینکه 30000 دلار خرج داخل مغازه بکنی. خب مشتری که هنوز نیومده، شما مشتری رو باید خرج کنی بیرون از مغازه، بیزنست بگیری بیاری تو، تا توی بیزنس رو ببینه. باید تعادل رعایت بشه، نه زیاد خرج کنیم نه کم. نکته آخر، شماره 7، عیب و ایراد اکثر ما مهاجرین، کامیونیکیشن و کاستمر سرویس. کامیونیکیشن، نحوه ارتباطات، زبان انگلیسی، فرهنگ بیزنس، فرهنگ ایمیل زدن، فرهنگ تلفن زدن، و خیلی وقتا بالاتر از داستان درد بیشتر از سطح زبان انگلیسیه. سطح زبان انگلیسی یک چیزه، ادبیات بیزنس که شما توی آفیس، توی مغازه، توی باشگاهتون با مشتری سلام احوالپرسی میکنی یه چیزه، ادبیات بیزنس که با ساپلایر جنس میخری، واردات صادرات، یه چیزه، زبان تخصصی اون بیزنس، و از همه مهمتر فرهنگ بیزنس که آقا من یه جایی میرم اولین میتینگمه، آیا دست میدم، بعدش کارت میدم، بعدش کارت میگیرم، آخرش میگم فلانجا توی لینکدین ادت میکنم، آیا وقتی من یک ایمیل دریافت میکنم 3 تا 4 تا رو نوشته رو، آیا باید ریپلای تو آل بکنم، آیا من باید مثل این بعضی از این آموزش هایی که مال کشورهایی که اسمش هم نمیتونم بگم، آیا ایمیل شروع میکنیم با دیر سر مادام یا های پیتر، های جانی؟ اینا همه اون چیزهایی است که فرهنگ بیزنسه و ما باید یاد بگیریم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر به خدمات ما احتیاج داشتین، اگر به مشاوره احتیاج داشتین، اگر به پکیج بیزنس استارتاپ ما احتیاج داشتین، با ما تماس بگیرید. لینکش رو می‌ذاریم در توضیحات بالا یا پایین، در خدمتتون هستیم.